چند روز پیش لنوو الوکیو و اچ پی ویکتوس رو مقایسه کردیم. اما دستگاه‌ها یه چیز دیگه بود. ما یه چیز دیگه مقایسه کردیم، یه چیز دیگه بهتون نشون دادیم و من از روی سایت مقایسه کردم. تو این ویدیو همون دو تا دستگاه قبلی رو مدل دیگه میخوام براتون مقایسه کنم. حتما اگه قصد خرید اچ پی ویکتوس یا لنوو الوکیو دارید، این ویدیو رو تا انتها ببینید، مطمئن باشید به دردتون میخوره. درود، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. میز من خالیه اما صبر کنید. لنوو الوکیو، اچ پی ویکتوس. این دوتا دستگاه جذاب و دوست داشتنی که چند روز پیش ویدیوشو گذاشتیم، مقایسهشون کردیم، بررسیشون کردیم، ولی از روی سایت بود. الان اینجا دوتا دستگاه رو آوردم که اون چیزی که بصری هست و من میبینم رو خدمتتون بگم. قبل از هر چیز لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، چنل ما رو سابسکرایب کنید. واقعا برای تهیه این ویدیو زمان زیاد و انرژی زیادی از من گرفته میشه. تنها کاری که میتونید در حق من انجام بدید اینه که این ویدیو رو لایک کنید. هم چجوری بگم، اول میخوام ببینیم محتویات داخل جعبه هاشون چیه. اول از جعبه ها شروع میکنم. من قبل از هر چیز اچ پی ویکتوس رو باز کنم، از کفش هم باز میکنم که چون راحت تره برای خودم. یه تعداد دفترچه داریم، یه آداپتور 200 واتی از این آداپتور گردن کلوفته با یه کابل بسیار مرغوب آداپتوری. این کابل پاوره، واقعا مرغوب. این پرساش مشخصه درسته خوبه. هیچینی، یه تخم مرغ، شونه تخم مرغ، یه نایلون، این وکیوم اچ پیه. اچ پی ویکتوس، این اولین گزینه، خودشه، i5 13420H، همون چیزی که همتون دنبالشین و عشق و حالشو دارید. این تا اینجا. یه برگه همین لای کیبورد گذاشتن، خداحافظ. این تا اینجا اچ پی ویکتوس تمام. لنوو الوکیو، آلودگی هوا نفس برام نذاشتن. باش. یه آکاسی فیلم تردیه، قبول کنید از این. Is the warranty card 24 months 5 years. من الان هندم بنده، نمیتونم. این کارت ایرانی گذاشتن، آوری خارجی کنم. یه کابل برق، کابل لپتاپیه، آداپتورش لپتاپیه، تاکید میکنم این کابل لپتاپیه، از اینه که ستایی بس میشه. جنسش بدی نیست، خوبه، از این کابلی که تو بازار دارن میفروشن که خیلی بهتره، ولی مثلا یکی اچ پی نیست. بذار من بیارم این دوتا رو تو ویدیو بتون نشون بدم. نظرتون چیه؟ خودتون ببینید دیگه. پرس اچ پی، کابل اچ پی. وقتی صحبت از برند امریکاییه با تعصب دارم بهتون میگم. لنوو الوکیو سریز، آداپتور 170 وات USB. خیلی این آداپتور مقاومه، چون یه جوریه که شکستنش و خراب کردنش سخته. فقط یه سوزن این تو داره، خدا نکنه این سوزنه بشکنه. این سوزنه بشکنه شارژ نمیشه، روشن میشه دستگاه، شارژ نمیشه. به جای اون شونه تخم مرغی یونولیت، یونولیت اینا من نمیدونم اسمش چیه، فکر میکنم یونولیت. فهمیدی چی شد؟ مثل اچ پی پولوم نداشت، ولی به جایش چه کاغذی لای کیبورد گذاشتن. خداییش کاغذ رو ببینید،
تمام قسمت های دستگاه رو توضیح بده. این هم که عذرخواهی میکنم ببخشید، این چه ربطی داشته به لنوو LOQ؟ این ماره لیژنه نوشته بلش کنید، فقط نوشته 15% تخفیف میدیم اگه گارانتیتون رو آپگرید کنید. تا اینجا که محتویات جعبه ها رو دیدید، چیزی اضافه تو جعبه هیچ کدومشون نبود، یه آداپتور، یه کابل برق و یه سری دفترچه، هیچ چیزی اضافه تر نبود. بخش اول میخوام با قیمت و بازار فروشش و خدمات قطعات این ویدیو رو شروع کنم. ببخشید اینجا یه خورده اینها شلخته پلخته رو میزم ریخته، ولی خب تأثیری تو کیفیت ویدیو نخواهد داشت. HP Victus گزینه اول قیمتش حدوداً 36 میلیون تومانه با رم 16، SSD 500، Wi-Fi به نسل 13 و 6 گیگ گرافیک 3050. LOQ Wi-Fi به نسل 13، رم 16 DDR5، 1 تر SSD، SSD 500 تا از این بیشتر فابریک. رمش هم 16 تو بازار فابریکی پیدا میشه، معمولاً 8 DDR5 معمولا، ولی 16 هم هست. 1 تر SSD و خدمت شما هست شد که 6 گیگ آرتیکس 3050. این تا اینجا، اینم دستگاه حدوداً 38.5 39 تومن. الان ممکنه 10 روز دیگه که این ویدیو به دست شما برسه یا 6 ماه دیگه که شما دارین این ویدیو رو می‌بینی قیمتا کنفیکون بشه، ممکنه بیاد پایین‌تر، من نمیدونم، ولی قیمت جهانیشون تو همین سبکه، یعنی قیمت جهانیشون هم زیاد فاصله ای نداره، همین 650 دلار تا 700 دلاره. این بحث مارکتینگ و فروششه، جفتشون پرفروشن، جفتشون خدمات خوبی دارن، قطعاتشون به وفور پیدا میشه، جفتشون بورس بازار روند بازارن، موقع فروش استلام بهشون میگن سکه، یعنی وقتی بخواید بفروشید جفتشون ازتون نقد میخرن و بهترین انتخاب ها تا 40 میلیونن، چرا که ایسوس هیچ گزینه ارزنده تو این قیمت نداره مگه اینکه یه ضربه به سرش بخوره، یه محصولی مشابه اینا تولید کنه تو سری TOF که بیاد با اینا رقابت کنه، ولی نسل 12 با 4 گیگ گرافیک اونم 45 میلیون اصلا با اینها قابل مقایسه نیست. اوکی، یعنی شما بیا ایسوس نسل 12 پول بدی، 4 گیگ گرافیک هم بخری، 10 میلیون بیشتر پول بدی، سر چی قرار اضافه در گیرتون بیاد؟ فقط لوگو، فقط بدنه، چیز اضافه تری من نمیبینم. علاوه کیفیت ساختم HP از همشون سرتره، پس لزومی نداره اونقدر بخواید شما هزینه کنید. تا 40 میلیون جز بهترین انتخاب است. با طراحی شروع میکنیم بخش بعدیمونو، که بخش طراحیشو دوست دارم اول بهتون بگم خیلی چیز خاصی نداره، برنده آمریکایی، همون اول ویدیو هم گفتم ژاپنیا هیچ چیزی رو ماشین نمیذارن، کیفیت دارن. توی بخش لپتاپ هم آمریکایی‌ها هیچ چیزی اضافه نذاشتن، هیچ چیز، نه آی طراحی خاصی داره، نه LED دورش داره، نه بکلایت RGB داره، نه نمیدونم خیلی واو اینترستینگ یا امیزینگ، نه اینجوری نیست. یه چیز لپتاپ ساده است که الان اینو ببینی از دور لپتاپ شناس نباشی فکر می‌کنی 20 سال می‌ارزه. لنوو یه خورده طراحیش به نظر خود من جذاب‌تره، چرا که یه خورده اینو کشیده عقب‌تر. البته اینو بهتون بگم، سری با سلیقه یه باز، فردا نگید این قشنگتره این قشنگتر نیست، سلیقه کاملا. من خودم سادگی رو دوست دارم، ولی این یه خورده بیشتر زحمت کشیده، ولی خب باید بهش بگید حقو، باید داد بهش، بی‌طرف باید بگم اینا. خب این قسمتی که کولینگ آورده وسط، این نوار آبی که اینجا جای کولینگ گذاشته، یه حالت شب رنگ طور برق میزنه تو چش، احساس می‌کنی اون توی مثلا چراغی روشنه، یا اینکه مثلا لوله‌ها رو خدا لعنت کنه اول دیگه برو، یا اینکه مثلا لوله ها رو از اینجا گذاشته، به نظر من قشنگ تره، ولی قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، اینا طراحیه، هر شرکتی هر جوری که دوست داره میتونه طراحی کنه. لحاظ وزنی 2200 گرمه 2400 گرمه، البته این چیزیه که تو سایت ها میزنن، توی سایت های خارجی، تو ایرانیا 200 گرم جفتشون رو کاهش داده، یعنی اینو زده 2000 گرم اینو زده 2200 گرم، ولی خب چیزی که سایت سازنده گفته همینه 2400 2200. لحاظ حجمی اگه بخوام این دوتا رو هم بذارم فیکس کنم اینجوری، خب بذار اینجوری بهتون نشون بدم، این دیگه اصلا جفته هم، یه نمور HP Victus کوچولوتره، یه نمور یعنی خیلی کم، در حد خیلی چی بگم دیگه، یه آقا هر چی گفتی خودت خوبه، HP کوچیک‌تره. این تا اینجا تمام. 3% نسبت نمایشگر به بدنه این 73%، این 70%، همین کل ماجرای قضیه این بزرگتره 3%، که البته خب اونم به خاطر حالا این قسمت پایینی هستش که اضافه تر طراحی کردن، که امیدوارم تو کولینگ و بخش دما بتونم بهتون نشون بدم که دماشون به چه صورته. لعنت باشه. خب تو بخش طراحی هستیم، ببخشید تیکه کلام خوبم گرفتم، خوب میگم دیگه نمیگم، ببخشید دیگه، خلاصه تا اینجا نمایشگر بیشتر باز نمیشه، اگه این بیاد اینجا 150 درجه، اینجا لنوو LOQ باید 180 باز شه، یه نمور 30 درجه بیشتر باز میشه. چجوری بهتون اینو ثابت کنم؟ با فولد.
این وقتی بخواد باز بشه اینجوریه. روی این اگه بخوایم بذاریم همون شابلونو یه کمی نگاه کنیم بیشتر باز میشه. این الان ثابت شد 30 درجه بیشتر باز میشه. تا کنار هم بذارم کاملا این موضوع مشخصه. 30 درجه واقعا این بیشتر ارتفاع کمتری داره. اینجا رو ببینید، اینجا رو اگه دقت کنید مشخصه، دیده میشه تو تصویر. تو طراحی پورت تو طراحی کولینگ و فن اچ پی الگوریتمی داره. من توی استوری اینستاگرامم ان وی او و ویکتوسا رو باز کردم، دیدید دو تا فن دارن شبیه همه 84 پره و خیلی هم کوایته، یعنی بی سر صدا جفتشون تقریبا. این پشتشه تمام این فنها و خروجی های هوا که به نمایشگر هم هیچ آسیبی نمیزن، یعنی شما نمایشگر رو باز کنی این زیر فنها میبینی. اما این پشت اگه دیده بشه و فوکوس بیفته بالا، اگه پورتا رو از این پشت ببینید، یه دونه یو اس بی تایپ ای 3.2، یکی دیگه کنارش، یه دونه لن، یه دونه هم HDMI، یه دونه ورودی شارژر، یه دونه تایپ سی این کنار داره با کومبو جک. از نظر پورت، از نظر پورت کامله. دو سه تا یو اس بی داره، یه تایپ سی داره، اچ دی ام آی و لن هم داره و کامله کامله. اچ پی پورتاش کنارشه، یه دونه تایپ سی، یه لن، یه یو اس بی، یه اچ دی ام آی، یعنی یه طرف دستگاه اگه ببینی تمام پورتا رو داره. یه ور دیگه نسبتاً کویره ها، یعنی کویر نیست، یعنی یه دونه یو اس بی تایپ ای با کومبو جک داره. نسبت به لنوو لوکیو یه دونه یو اس بی تایپ ای کم داشت، خلاص. بقیه پورتو از نظر عمل کرد و مدل و نو همه چیه که. خب سیستم داخلی، باز گفتم خب داخل دستگاه ها. و اما داخل دستگاه اگه دقت کنید حاشیه های پایین لنوو الوکیو از اچ پی کمتره، اما اینکه نسبت نمایشگر ویکتوس 73%، یعنی بیشتر حجم بیشتری نمایشگر نسبت به بدنه، به خاطر این قسمت بالاشه. لنوو قسمت بالاشه خورده بیشتره، به علاوه اینکه حالا این پایینش هم دو تیکه چون درآورده شما احساس میکنید که کمتره، و الا اگه این صاف میبود عملا همون حسو بهتون میداد. در مورد کلید پاور لنوو الوکیو این وسط گذاشته، روشنش هم کردم از ام. اچ پی ویکتوس روی خود کیبورد گذاشته، فرق چندانی در آن نداره که اینکه کلید کجا باشه، ولی من لنوو رو بیشتر میپسندم. چرا؟ چون المان قشنگی اون بالا کلیدیو گذاشتن، شما احساس میکنی که داری دستگاه رو پاوران میکنی، ولی انگار یه دونه کلید، یه دونه فانکشن انگار داری میزنی که دستگاه روشن میشه. در مورد جنس کیبورد، این کلیداش خیلی بی صدا و بی روح و خامه. یه قوسی داره اینجوری، این قوس قشنگه، دست قشنگ میره اون تو میفته، یعنی قشنگ دست راحت جا میگیره روش، ولی کوچیکه کلیدا. کیت راولش هم کمه، انگار یه دونه لنوو معمولی مثلا 10 20 تومانی خریدیم. این ور چی؟ این کلیداش تختقی تره، یه خورده همچین حس بهتری میده. من حال بیشتر میکنم، من با کلید کلن کلیداش حس بهتری میده، من بیشتر حال میکنم. و یکم هم بزرگتره، ضمن اینکه صافه، جای گودی نداره. در مورد ترکپد اچ پی یکم بزرگتره، چشمی من دارم میگم و درستم هستش، ترکپد اچ پی یه نمور بزرگتره. این توی یه قوسی، توی یک فرو رفتگی کیبورد اگه دقت کنید که اگه درب دستگاه بسته باشه اینجوری خیلی هم روش فشار بیاد، رد کلیدا روی نمایشگر برن نمیشه، نمیسوزه. دیدید دیگه، بعد یه مدتی بعضی لپتاپ رد کلید داره، این چون یه گودی رفته کلیدا، این اتفاق نمیفته. لنوو نه، این گودیش کمه، به علاوه اینکه این قابی که قراره یه خورده ضخامت رو بیشتر کنم کمتره. مطمئنم در دراز مدت اگه اون پد لای کیبوردشو نذارید، بین نمایشگر و کیبورد یه پدی داره، اونو نذارید مشکل رو قطعا خواهید خورد. بیایم جای وبکم، دو تا مایک دارن جفتشون، دو تا میکروفون دارن، یه دونه وبکم دارن که اچ دی هم هست، با همش تفاوتی نداره. فقط این لنوو الوکیو یه قشنگتر کار کرده، سلیقه‌اش بیشتر بوده، اومده دورش کنارش یک شیشه مانندی گذاشته که آقا این قسمت مثلا وبکمه، در صورتی که نسخه‌های فولش همین قسمت چپ و راست همین وبکمه سنسورای تشخیص چهره هم داره، عمق سنج داره، سنسور نور محیط داره. این نسخه نداره این گزینه ها رو، فقط اینجا یه چیزی اچ پی اینجا گذاشته که اگه وبکم در حال استفاده بود روشن بشه، حالت سکوریتی، حالت امنیتی و سکوریتیش باشه. مثل اپلا دیدید وقتی دارید فیس تایم میگیرید اون بالاش چیز سبز میشه که یکی داره در حال استفاده از وبکمتونه، اینم همچین حالتی داره. در کل بهتون میگم کالای امریکایی ژاپنی چیز خاصی نداره، ولی همونی هم که داره در بهترین حالت ممکنه. به این نگاه نکنید، حواستون پرت نشه. خب این پاس گفتم، خب توی بخش این چیزا که چیز خاصی نداشتیم، یه کاری هم که این یوتیوبرها یاد گرفتن، کانالای بررسی لپتاپ.
این جنسش بهتر از این. چیز مسخره بازی اینجوری میکنیم و میگه این جنسش بهتر از اون. آقا جفتشون اوکیه. اینم مقاومتش خوبه، اینم خوبه. حالا اینکه چوری میاد دستگاه رو بلش کن. بلش کن اما. لنوبار روشنش کردم. دیدید این اینجوری باشه تا اینو روشن کنیم و سخت افزاری با هم مقایسهشون کنیم. جفت دستگاه ها در حال تست گرفتن هستند، بعد نتیجهشو خودتون خواهید دید. با اینکه دارن 100% از پرفورمنسش استفاده میشه، جفت خنکن. من احساس خنکی بیشتری روی اچ پی ویکتوس دارم، چرا که این گوشه ها اینجا و اینجا لنوو الوکیو این قسمت مخصوصا جای کلید دبلیو و آر و اینها دماش یه خورده بیشتر، یه خورده در حدی که مثلا یه مایتابی که نیم ساعت از روی شعله گاز برداشتینش یه ته دمای انگار داره داغه، ولی پیه رو کیبورد چیزی نمیبینم. این بر که خونکه این باز دقیقا برعکسش این طرف یه خورده همچنین دما رو داره، زیاد نیست. دماش هم زیاد نیست. آرزم به خدمتتون که بریم سراغ بخش سخت افزار. این دستگاه ویکتوس یعنی 1093 i5 13420H 16 گیگرم DDR4 داره، دو تا اسلات خالیه، میتونید تا 32 گیگرمش رو ارتقا بدید. یه اسلات SSD داره 512 گیگ M2 NVMe جنریشن 3 فابریک، ولی میتونید ارتقا بدید و از جنریشن 4 استفاده کنید چون درگاهش PCIe جنریشن 4 ساپورته. این طرف هم همون مشخصاتو داریم با یه تفاوت که رمش DDR5 و 20 وات توان گرافیکش بیشتره، یعنی 95 واته. تا حدی هم این موضوع تأثیر روی بنچمارک ها گذاشته که حالا من روی ویری که بنچمارک گرفتیم، ویری یه موتور خروجی گرفتم برای انیمیشن سازی و کارهای گرافیکی و تدوین و ایناست، یه موتور گرافیکیه، یه سری اپلیکیشن هم داره برای بنچمارک گرفتن، مرجع خوبیه، سی پی یو جی پی یو رو تحت فشار قرار میده تا به یه نتیجه برسیم. جفت دستگاه ها پلاگه، فکر نکنید آن پلاگه، جفت دستگاه ها رو من از برق کشیدم. فقط من نمیفهمم چرا با اینکه اچ پی 75 وات گرافیکش و چیزی نداره، آداپتورش 200 واته. لنوو با اینکه گرافیکش 95 واته، آداپتورش 175 واته. یعنی متوجه منظورم شدید؟ وات آداپتور لنوو الوکیو با اینکه گرافیکش قوی تره، عملاً برق بیشتری میخواد، کمتره. و من احساس میکنم این موضوع به خاطر تستمون هم تموم شد و این موضوع به خاطر فکر میکنم باتریاشون باشه، کپاسیتی باتری که حالا در ادامه توضیحاتش رو خواهم داد بهتون. مسئله که میمونه نمایشگر و باتریه. جفت دستگاه‌ها 15 و 6 اینچ هم فول اچ دی ان، آی پی اس ان، 144 هرتز هن. از دامنه رنگی sRGB فقط 62% چه میتونن استفاده کنن، مقدار قابل قبولی. اما در مورد درخشندگی و اون شدت نور باید بهتون بگم که برخلاف این که میگن این 250 نیته این 300 نیته، چیزی که من اینجا دارم به چشم میبینم و الان هم اینجا من تا ته نور این دستگاه رو زیاد کنم، زیاد فرقی نمیکنه. از دور که داری تو میبینی فرقی میکنه؟ واقعا منم اونقدی نمیبینم. حالا میگن این 250 نیته این 300 تا، ولی انصافا من یکی شخصا به خدا چشم نمیکشه. مثلا رنگ سبزی که دارم تو این میبینم با سبزی که تو این میبینم اونقدری اختلاف نداره که روشن‌تره، جذاب‌تره. این نمایشگره رو یه خورده کذب بهتون میگم، ولی در مورد عملکرد سی پی یو جی پی یو ادامه ویدیو بهتون میگم که با هم یه خورده فرق دارن. یه نکته دیگه بهتون بگم، اچ پی سیستم صدای بنگن آلفسن داره، لنوو سیستم صدای خاصی براش ارائه نشده تو این مدل الوکیو که بگم مثلا هارمن داره، دالبی داره یا یه سیستم صدایی داره، به هر حال نداره، چیزی براش ارائه نشده. جفت دستگاه ها ویندوز اورجینال دارن، این هم نکته ایه که جفتشون ویندوز 11 همه. فقط نکته ای که اینجا میمونه در خصوصشون بحث باتریه که اچ پی 70 وات ساعته، لنوو 60 وات ساعته، حدود 10 وات ساعت باتری HP بیشتره که عملا بخوام بهتون بگم شاید مثلا اگه 6 ساعت باتری نگه داره این 7 ساعت نگه داره، اینجوری بخوام بهتون بگم. البته جفت دستگاه ها گیمینگ هم و فکر نکنید که مثلا قراره این 20 ساعت باتری نگه داره این 15 ساعت اینجوری، نه این تو از این خبرها نیست. روی کار گرافیکی همون 1 ساعت تا 2 ساعته، روی بخش صدای این در اومد، روی بخش کاربری مالتی مدیا 4 ساعت 5 ساعت. فن HP بد به صدا در اومد و الان فکر میکنم لنوو هم باید این مرحله رو اگه رد کنه به همین صدا برسه. خداییش خیلی باد داره میزنه از پشت و دستم رو قشنگ داره سرد میکنه. لنوو نه، همچون ریلکس آروم داره میگیره احساس، انگار نه انگار صداش میاد دیگه. نه لنوو هم رفت اون مرحله رد کرده، الان رسید به این. چه جالب، اصلا فنش با این دور کار نمیکنه. کنیم این داغ کرده اصلا؟ نه این چیه؟ نه اینجا جای لولای کم داغ کرده. آره. نه 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 آره. جای کلید پاور خودش داغه، خداییش داغه.
از این دستگاه‌های دماسنج بعد می‌خریدم بهتون نشون می‌دادم. بالاخره تستاش تموم شد. ویدیو هم به انتها رسید. منم عین شما تازه الان تستاشو گرفتم. همین امروز هم آنباکسشون کردم. چیزی از شما پنهون ندارم. دونه به دونه با هم مقایسه کنیم. اولیش سی پی یو مارک، امتیاز سی پی یو. با اینکه پردازنده یکسانه، امتیاز سی پی یو این یعنی لنوو الوکیو 20746 و امتیاز اچ پی 18590 تقریبا 2000 تا سی پی یو HPA از لنوو کمتر امتیاز گرفته. بخش گرافیکشو بخوام بهتون بگم، تو دی گرافیک کار نداریم، کار دو بعدی که اصلا دو بعدی سازی چیز مطرحی نیست. توی دو بعدی اتفاقا HP قوی تره. تو بحث کارهای دو بعدی گرافیک HPA 901 بوده، امتیاز لنوو LOQ 809 بوده. توی بخش کارهای گرافیکی و کارهای 3D که بحث همون گیمینگ و رندرینگ و اینها میشه، امتیاز لنوو 12552، امتیاز HP 11084، 1500 تا یعنی حدود 10% نه 12% گرافیک این قوی تره. نرم افزار پرفورمنس تست مال سایت پست مارک بود که با هم تست کردیم. یه نرم افزار هم همون ویری که بهتون گفتم، ویری هم بنچمارک گرفت از جفت دستگاه ها. این خروجی ویری رو هم شما دارید تو تصویر میبینید، هم من بهتون بگم امتیازی که اون بالا گرفته HP 499 بگیریم 500 با ارفاق، لنوو هم 627 با ارفاق بگیریم 630، 130 امتیاز عملاً لنوو از این جلوتر، یعنی اگه از 100 بخوایم امتیاز بدیم به این دستگاه 50 میدیم، به این امتیاز 63 رو میدیم و همون 12-13% که لحاظ قیمتی تقریبا گرونتره، همون 10% گرونتره، همون 12-13% هم عملا امتیازش بالاتره. امیدوارم که چیزی از قلم نمونده باشه. نتیجه گیری و بخش پایانی ما، آنباکسشون کردیم، محتویات داخل جعبه رو دیدیم، جنس بدنه رو دیدیم، آداپتورها، باتری، بدنه، طراحی، پورت، وزن، سی پی یو، جی پی یو، رم، هارد و هر اون چیزی که شما فکر کنید رو مورد بررسی قرار دادیم. چیز دیگه ای هم نمیمونه مگه اینکه یه تست گیم بریزیم ببینیم در دراز مدت کدومش بهتر پایدارتره. نظر شخصی خودم اچ پی ویکتوس با این که امتیاز کمتری میگیره، باز دارم میگم اچ پی ویکتوس جفتشو برای فروش داریم، با قیمت خیلی عالی هم تقدیمتون میکنیم، اما نظرم رو اچ پی ویکتوسه به خاطر اینکه احساس میکنم کالای اچ پی خرابیش کمتر از لنوو. هر چند لنوو هم جز برندهای بسیار مطرح، برندهای بسیار عالی و جز پرفروش ترین های بازاره و همین الان لنوو الوکیو برای خودش یه وزنه ایه، ولی اچ پی ویکتوس رو خیلی ترجیح میدم. مطمئنم اگه داره 10-12% امتیاز کمتری میگیره، اما در دراز مدت افت باتری، افت لولا، افت کیفیت نمایشگر و از این چیزا نخواهد داشت. مثل که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید، خلاصه که من خیلی اگه پرحرفی کردم سرفه هم اذیتتون کرد و یا از کلمات تکراری خیلی استفاده کردم، منو عفو کنید. نظرتون برام خیلی مهمه، حتما نظراتتون رو میخونم، جواب میدم، پس کامنت برام حتما بذارید ببینم که چجوری بود. دمتون گرم.